سلام بهادو، چرا جواب نمیدی؟ حقته، سزای کسی که پسر خالش ایدز داره همینه. پسر خالم ایدز داره؟ چه ربطی به من داره؟ خب ممکنه تو هم ازش گرفته باشی دیگه. گوش کن، به من نزدیک نشو، به من نزدیک نشو، بگر نزدیک میزنم به 110. آخه بیماری ایدز جرم نیست که اینجوری راجبش حرف میزنی. آره جرم نیست، کار بدی که هست. حتما یه ارتباطهای خیلی ناجوری داشته که این بلا سرش اومده دیگه. خب آیکیو اون بی احتیاطی کرده، چرا از من فرار میکنی؟ خب پسر خالت دیگه، از کجا معلوم ازش نگرفته باشی؟ چی؟ آره بخند بخند، تفلکی پسر خالت داره میمیره و تو اینجا بایداری داری هر هر میخندی. کسی که ایدز داره معنیش این نیست که به زودی زبونم لال میمیره. اگه به موقع برای مشاوره و آزمایش مراجعه کنه و به حرفای مرکز مشاوره هم درست عمل کنه، میتونه سالهای سال مثل مردم عادی به زندگیش ادامه بده. تو چی؟ تو زود تشخیص دادی؟ حالا حالا ها زنده میمونی؟ من که مبتلا نیستم. ایدز آبی مرغون نیستش که از طریق دست دادن و روبوسی و عطسه کردن و اینجور چیزا منتقل بشه. منم مثل همیشه باهاش دست دادم، حرف زدیم و جات خالی رفتیم کور. پس از چه راهایی منتقل میشه؟ گوشتو بیار جلو، بعضی چیزاشو باید یواشکی بهت بگم. اصلی ترین راهاش استفاده از وسایل مشترک در اعتیاد تزریقی و ارتباطات جنسی محافظت نشده است. من که هنوز حرفام تموم نشده که سزای کسی که قبل از نصیحت کردن میرزا قاسمی بخوره، اونم با سیر همینه. کی؟ سب کن، جای مهم حرفام مونده، بیا آدامس میخورم. خب بایسا.